بچه ها سلام، احوالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ خدا رو سر زار مطبیب که همه شادیم، سرحالیم، خوشحالیم، میگیم میخندیم، ثروتمندیم. خدا رو سر زار مطبیب. بچه ها اینی که دست منه رو شاید همه تون بشنسیم، بشت میان کیک گرده. بچه ها یه نکته میخواستم بگم. شما مثل من اگه یه کندوی سقاب چارقاب دارین، باید بهش کمک کنید. یعنی یه کندوی سقاب چارقاب شما اونقدر قدرت نره تو این وقت سال، یعنی دوم سوم مرداد ما 2 ماه دیگه فصل گرما داریم و تمام میشه. شما باید بهش کمک کنین تا قوی بشه، تا زمستون گذرنی کنه. بچه ها به این فکر نکنین که این دو قاب میتونه به شما مثلا نتیجه بده. بچه ها این دو قاب سقابا چارقابا توی به فصل سرما برسه توی زمستون میشه یه قاب و خیلی راحت از بمیره. پس ما از الان زنبورسازی رو برای زنبورای ضعیفمون شروع میکنیم. یکم زوده ولی اشکال نداره، من زودتر شروع میکنم. اولین کار میکنم با کیک گرده شروع میکنم، به شربت میدم که خودشو بتونه پیدا کنه، قوی بشه و بتونه زنبورسازی کنه. نگاه کنید الان این سقابه، چارقابه، یه ذره برش تش شربت ریختم، با آقا پیام تای شربت ریختیم، کیک گرده درست کردیم. این کیک گرده رو میذاریم روی قابا که بخورن بتونن سرحال شن، اونو خوشون پاره میکنه. اگه شما خیلی نگرانشین یه تیکشو پاره کنین، مثلا اینجوری پاره کنین، اونو خوشون پیدا میکنن، میرن این کیک گرده رو میخورن. این کیک گرده 15-20% و توش 20-15% گرده داره. بچه ها نگاه کنین ببینم الان میرن بخورن، نگاه کنین همین الان شروع کردم به خوردن. یعنی این که زنبور نیاز داره به گرده. نگاه کنین چقدر سری شروع کرد به خوردن. یعنی این زنبور نیاز داره به کمک کردن. ز وقتی که بهش کیک میدین اصلا یه سرحالی دیگه ای رو حس میکنین برای زنبورا و زنبورا شروع میکنن به فعالیت بیشتر، تخریزی بیشتر. بچه ها کیک گرده برای اینه که زنبور تحریک بشه به تخریزی بیشتر و بتونه جمعیت بیشتری داشته باشه و پرستارای قوی تری داشته باشه تا بتونن لاروا و شفیرهای قوی تری رو پرورش بدن. ببینین چقدر سرعتشون بالا، چقدر سریع اومدن سراغ کیک. پس بدونیم بیش از حد نیاز دارن به کیک گرده. خب ما اینو میبندیم، دربارهش یه ذره صحبت کنیم. درباره زنبورای ضعیف خواستم درباره زنبور ضعیف بهتون بگم که زنبور ضعیف راه داره برای قوی تر شدنش. تنها راهش هم اینه که رسیدگی شماست. یعنی شما میتونی بهش رسیدگی کنی و این زنبور ضعیفتون رو قوی کنید. بچه ها این زنبور خودش قوی نمیشه. من نمیدونم دیگه چجوری بگم، اینقدر تاکید میکنم زنبور ضعیف خودش قوی نمیشه، چون که اگه میخواست قوی بشه تا الان قوی میشه. مجبوریم بهش برسیم تا بیاد جلو. اگه سقاب پر بشه، اگه چارقاب پر بشه، 2 قاب بیاد جلو، 3 قاب بره جلو تا بتونه یک زمستون گذرنی عالی داشته باشه. بچه‌ها زنبور ضعیف یعنی عامل بیماری، عامل مریضی، عامل کنه، غارت شدن، راحت میشه این زنبور از بین بره. پس ما سعی میکنیم اینو قوی کنیم تابوار بشه. یعنی فکر نکنین که آقا چون نه من دیگه نمیخوام به هیچ زنبوری شربت بدم و این داستانا رو بذارین کنار، به زنبورای ضعیف شربت بدین تا قوی بشن. من خواستم اینو بگم که بدونید دارم اینقدر تاکید میکنم، حتما یه دلیلی داره چقدر زود شروع کردیم به خاطر این موضوع. خیلی مخلصیم، ایشالا که هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین. کیک گرده خیلی مهمه تو تحریک زنبور. کیک و گرده فوق العاده مهمه. خمشین نمیتونه اونقدر کمک کنه، کیک گرده میتونه تحریک زا باشه و برای ضعیفا خیلی مهمه. برای قویایی که شما داره عسل میاره، احتیاج نداره شما شربت بدین. اونا رو از شهریور زنبور سازی شروع میکنیم. بعد از اینکه عسل رو برداشتیم از شهریور زنبور سازی شروع میکنیم. پس زنبور سازی برای ضعیفا از همین الان شروع بشه خیلی بهتر. خیلی مخلصیم، خیلی دوستون دارم. ان شاءالله که هر جا هستین شاد باشین، سلامت باشین.